نظامیه، چه اردویه، چه پلیسه، چه کسی که با قلم خود حامی این نظامه. حمایت از این نظام گناه کبیره است. کسی که با این نظام حمایت میکنه با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با صلاح خود، مرتکب گناهی کبیره شده. عزیزان من، تنها گناهی کبیره نیست، هر جنایتی که در این نظام میشه، تو عسکر، تو پلیس، تو مأمور، تو کسی که به اداره این نظام کار میکنی و تمام جنایات شریک هستی، باید مسلمان باشیم، در کنار فساد ایستادن نشیم. واکنش مقام های حکومت در مورد گفته های اخیر مولوی انصاری. حرف های مولوی انصاری جز از ایجاد آلودگی صوتی تأثیر دیگر ندارد. احمد ضیا سراج در مورد اظهارات اخیر مولوی انصاری اقدامات قانونی می کنیم. وحید قتالی، پا از گیلم خود بیشتر دراز نکن. حمدالله محب، کسی به ضد نظام مردم را تحریک کند باقی است. امرالله صالح در پاسخ به مولوی انصاری گفته است که حرف های وی جز آلودگی صوتی تأثیر دیگر ندارد. اظهارات ضد حکومتی مولوی انصاری واکنش های شماری از مقام های حکومتی افغانستان را برانگیخته است. وحید الله قتالی والی هرات در واکنش به گفته های دیروز مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه خطاب به وی گفت که پا از گلیم خود بیشتر دراز نکن، احساسات مردم را جریه‌دار نکن، این ملت می خواهد به آبادی فکر کند. پایتخت تمدن اسلامی بود. هرات جای برای تولید داعش نیست. پا از گلیم خود بیشتر دراز نکن، احساسات مردم جریحه‌دار نکن، این ملت میخواه به آبادانی فکر کنه. نو بر آبهای خود حاکم شده، بر بند کمال خان و بند سلما و معادن خود حاکم شده. توطیه بیگانه رو نیار سر ما، ما رو دوباره سوق ندی به جنگ ها. فرار ما برای شما مردم هرات با تمام ایمانداری تعهد میکنم، نه داعش آمده نیست نه وحشت. مگر ما مرده باشیم که در این شهر دوباره وحشت بیایه، بیرقای پلید خوده، بیرقای سیاه خوده پایین کنن، بیرقای شرم پایین کنن. ما خون دادیم تا این شهر آباد بشه، مردم ما آرام بشه. خون ما برزه نمیگذاره میداری شهر داعش بیای. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری نیز در پیوند به گفته های انصاری او را باقی خواند و گفت هر کس که بر ضد نظام مردم را تحریک کند باقی است. و همچنان تاکید کرد که به امنیت ملی وظیفه سپرده شده است تا اظهارات مولوی انصاری را بررسی کند. تمام کشورها جنگ در افغانستان جنگ غیر مشروع خوانده. دیگه اگر کسی بر ضد نظام مردم تحریک میکنه، در اینجا پلیس و اردو یاد شده بود، ما او را به حیث باقی میدانیم و باید اجراد به امو صورت بگیره. ما بازم از مولای انصاری اینجا برشان واضح میخواهیم که پیام داده شود که اگر پیامشان در چوکات دین و اسلام است، باید امرای علما هماهنگی کنه که اظهاراتشان مکمل خلاف ازو است. اگر کدام موضوع استخباراتی باشه، چون در زون غرب استخبارات منطقه هم فعال هستن، اگر با او باشد به امنیت ملی وظیفه سپرده شده که او را یک دفعه بررسی کنه. از سوی دیگر مولوی مجیب الرحمن انصاری در مورد صحبت های روز گذشتهش چنین میگوید: صحبتی که در روز جمعه پیرامون نظام شما عزیزان شنیدید، در فضای مجازی بعضی از این صحبت تعبیرهای داشتن و متوجه صحبتهای بنده نشدن و تحلیل بعضی از دوستان درست نبود. میخوام چند نکته را اشاره کنم. اول اینکه تأکید میکنم نظام فعلی افغانستان
یک نظام فاسد هست. در این شکی نیست. تو کسی که داخل نظام هم کار میکنی میدانی که این نظام فاسد هست. در رأس این نظام خائنین قرار گرفتن، ظالمین قرار گرفتن. این نظام را نمیشه گفت نظام مردمی، نمیشه گفت که این برخواسته از بطن مردم هست، بلکه 4 نفر انسانهای خودفروخته، انسانهای بیدین، انسانهای خائن و ظالم قدرت را به دست گرفتن، بر اریکه قدرت قرار گرفتن، بر گرده مردم سوار شدن و بالای مردم ظلم و ستم می‌کردند.